وقتم باشه عشق امام حسین دیگه مارک فرده اینجا دیگه. زائران اربعین که عمودهای طی شده برایشان در نزدیکی کربلا به شمارش های پایانی افتاده از تجربه خود میگویند. وقت هست ولی خب خیلی کم مونده دیگه. اما من برسونم میتونم ولی میتونم دیگه کسی تصمیم خطی بگیرن میتونن بیان. ما تو این سفر غیر از زیبایی چیزی ندیدیم. به قول حضرت زینب فرمودن که ما رأیت الا جمیلا. نمیتونم بس کنم. هر کی نیاد ضرر میکنه. بیاین همه بیاین. هر کی نیاد ضرر کرده. اونا که نیومدن دیگه افسوس میخورن. کاش که برفت. خیلی سخته بازم اگه جا بمونم. خودم و هر جوری شده میرسونم. دعوت به حضور در فرصت باقی مانده تا روز اربعین که موکبداران مسیر پیاده روی هم آماده پذیرایی از مسافران تازه از راه رسیده اند. موکب شهدا و دو شهید گمنام از جزیره هرمز هستیم. انشالله تا اربعین هستیم. عمود 1341 ریحانت النبی از قم. ما در ستونه 1341 منتظر حضور گرمتون هست. انشالله که روزیشون بشه با امید خدا. هر چه زودتر تا وقت نداشته تشریف بیارن از این سعادت بزرگ استفاده کنن. انشالله که همکاروانی حضرت زینب سلام الله علیها باشن. فرصه حتی من بعد الاربعین استریحو زوارن الایرانیین. فرصت تا روز بعد از اربعین هست. زائران ایرانی، عراقی یا از هر کجایی که آمدید اینجا بیایید استراحت کنید. خوش آمد میگم به شما. به ما افتخار دهید. مسئولان ستاد اربعین اعلام کردند مواکب ایرانی تا سه روز بعد از اربعین در شهرهای زیارتی عراق برپاست. اومدنی که حتما بیام. ای که پیاده نمیشه بیای بهانه نشه. ما میتونیم کلی راه با ماشین میایم. 5 تا عمودم پیاده بریم کلی کار انجام دادیم. مهم شرکت تو این چجوری بگم این راهپیمایی یه وحدت علاوه سیاسی قدرت. یعنی حسین رو باید دنیا بشناسه که اینجوری باید ما معرفیش کنیم. بهترین جای جهان بهشت حرم حسین و ابوالفضله. حتما شرکت کنن. الگوی ورود و خروج از مرز در سالهای گذشته نشان میدهد چند روز مانده به اربعین زمان مناسبی برای ورود به کشور عراق از لحاظ تراکم جمعیت در مرز و یا دسترسی به وسایل نقلیه عراقی است. علی سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.